میدونی این صدای چیه؟ قطعا بارها صدای استارت موتور رو شنیدی. اگه دوست داری با نحوه عملکرد این قطعه آشنا بشی، این ویدیو رو حتما تا آخر ببین. استارت خودرو یک موتور الکتریکی قدرتمنده و از طریق یک چرخ‌دنده فلایویل موتور رو به حرکت در میاره و باعث چرخش میل‌لنگ و روشن شدن موتور میشه. حالا ببینیم از چه اجزایی تشکیل شده. استارت داره یک آرمیچر یا همون موتوره که برق مورد نیازش رو از اتومات استارت تامین میکنه و اتومات استارت به عنوان یک رابط بین باتری و موتور استارت قرار میگیره و مثل یک سولنوید عمل میکنه. اتومات استارت داره دو تا سیم پیچ و یه حسه آهنیه. وقتی که برق از طریق سویچ به اتومات استارت میرسه، سیم پیچ ها مگنت میشن و حسه آهنی داخل اتومات استارت حرکت میکنه. با حرکت حسه آهنی ترمینال باتری و موتور به هم متصل میشن و از این طریق برق باتری به موتور استارت میرسه. وقتی سویچ از حالت استارت برگرده، برق اتومات استارت قطع میشه و حسه آهنی به عقب برمیگرده و اتصال ترمینال باتری به موتور قطع میشه. خب شاید بپرسید چرا باتری رو مستقیما به موتور استارت وصل نمی‌کنن؟ دلیل این کار بالا بودن آمپراژ کاری موتور استارته و موتور برای کار به جریان زیادی نیاز داره. برای این شدت جریان سویچ استارت باید خیلی بزرگ باشه و سیم‌های زخیمی داشته باشه که خیلی منطقی نیست. برای همین از اتومات استارت استفاده می‌کنن که با جریان کم جریان قوی رو از خودش عبور میده. وظیفه دیگه اتومات استارت اینه که وقتی برق بهش میرسه و حسه آهنی حرکت میکنه، چون سر دیگه حسه آهنی به یک دوشاخه متصله، دوشاخه حرکت الاکلنگی انجام میده و چرخنده استارت رو به سمت جلو هول میده و با دنده‌های فلای ویل درگیر میکنه و همینطور که در تصویر میبینید با استفاده از یک مکانیزم مارپیچ به صورت چرخشی جلو و عقب میره که به درگیر شدن بهتر با دنده‌های فلای ویل کمک میکنه. وقتی موتور شروع به حرکت میکنه، همانطور که در تصویر میبینید چرخ‌دنده استارت در مقایسه با چرخ‌دنده فلای ویل خیلی کوچیک‌تره و همین موضوع نسبت گشاور 1:15 یا 1:20 رو ایجاد میکنه. در بعضی مدل‌ها برای بالا بردن این گشاور و برای بهتر روشن شدن موتور از یک مجموعه چرخ‌دنده سیاره‌ای در استارت استفاده میکنن. این مجموعه چرخ‌دنده‌ها وزن کمی دارن و فضای کمی رو اشغال میکنن. دارای یه چرخ‌دنده خورشیدی که در مرکز قرار می‌گیره و به آرمیچر متصله، یه چرخ‌دنده رینگی که در محیط مجموعه به صورت ثابت قرار می‌گیره و یک قفسه که شامل 3 تا چرخ‌دنده هرزگرده و به عنوان خروجی به چرخ‌دنده سر استارت نیرو رو با گشاور بیشتری انتقال میده. این مجموعه چرخ‌دنده‌ها به خاطر استفاده از نسبت‌دنده بالا توی فضای کم میتونن گشاور زیادی رو انتقال بدن و همونطور که شاید بدونید از این مجموعه در گیربکس‌های اتوماتیک استفاده می‌کنن. نسبت چرخ‌دنده‌ای که اینجا برای موتور استارت ایجاد می‌کنه 7:1 و گشاور قابل قبولی رو برای برکت درآوردن موتور مهیا می‌کنه. وقتی موتور روشن میشه، دور موتور از طریق سیستم احتراق بالا میره و بنابراین دور بالا از طریق فلای ویل به چرخ‌دنده استارت و مجموعه استارت انتقال پیدا می‌کنه و در این حالت به مجموعه استارت آسیب می‌رسه. پس هنگامی که استارت میزنید، وقتی موتور روشن شد، اگر استارت رو رها نکنید، ممکنه به استارت آسیب برسه. برای جلوگیری از این صدمه، کلاژ یک طرفه پشت چرخ‌دنده استارت قرار گرفته که دارای دو بخش مرکزی و خارجی است که بین این دو تعدادی ساچمه و فنر قرار گرفته. زمانی که موتور روشن بشه، محفظه بیرونی به همراه داخلی میچرخه و زمانی که به سرعت کافی برسه، فنرها و ساچمه‌ها به کمک نیروی گریز از مرکز بخش داخلی کلاژ رو از بخش بیرونی جدا می‌کنند و به این صورت نیرو به بخش مرکزی انتقال پیدا نمی‌کنه و صدمه به موتور استارت نمی‌رسه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، حتما لایک کنید و برای دوستانتون ارسال کنید.